برنامه شب از صبح یادداشتی از آقای آشنا آغاز میکنیم، بعدا میریم به دنبال عادل، عادلی که از پنشیر است و طراح جنایات دانشگاه کابل معرفی شده، اونجا رو میبینیم. بعد از او میبینیم که مامای عادل چی گفته و عادل در 3 سال گذشته کجا بوده، و بعد از او در گزارش ششنی میبینیم که عادل در 3 سال گذشته کجا بوده و کدامش را باید ما قبول کنیم. این بازم ربط میگیره به قضاوت شما. آقای آشنا نشته کردن که قدیما میگفتن مرده را که خدا زد سر تختت چیز میکند، اما امروزها باید گفت که سیاستمدار را که خدا زد در فیسبوک دروغ مینویسد. آجاهان متنی را که در ادامه میخوانید، امرالله خان در گزارش امروز از جلسه 6:30 صبح روز یکشنبه 25 عقرب مطابق با 15 نوامبر سال 2020 نوشته است. سوم، یادتان است که چند قبل پول یک صراف را دزدیدن و خودش را زخمی ساختن و ویدیوی دزدی و زخمی شدن او را از کمره های امنیتی به دست به دست می شد. آن دزد گرفتار شد. پرسیده شد که پول را چی کردی؟ گفت مصارف ما بلند است، خرچش کردم. زیر یک تن ما در درگیری با پلیس چند قبل کشته شد و مصارف دفن او را نیز دادیم. وعده کرده بودم که هیچ قضیه را بدون بازخواست نمی ماند. غلام میدرنام که پولهایش را دزدیده بودند، دزد را از نزدیک دید و تصدیق کرد که همین است. انشاءالله پول را به هر صورت که شده پیدا خواهیم کرد. شهر دارد آیسته آیسته زیر نگین اطلاعاتی ما قرار میگیرد. جرم پیشه ها یا آدم شوند یا عقب میله های زندان قرار خواهند گرفت. اما وقتی که شما بیننده های گرامی در ویدیو که در تلویزیون آریانا نشر شد از زبان غلام حیدر میشنوین، برعکس است. غلام حیدر میگه که ما اصلا دزد ندیدیم و دیگه که میگه از هیچ از ماجرا خبر ندارم. این رسوایی و بینی بریدگی بماند به جای خودش. تازه غلام حیدر به آریان نیوز گفته که از دفتر ماون صاحب اول ارگ با او تماس گرفتن و تذکر دادن که در ارتباط با گزارش 6:30 صبح به رسانه ها چیزی نگوید. پیشنویس: خدا چوپان دروغگو را بیاموزد. چی گرگ آمد و چی گرگ آمده است. یک بشش ما فیلم به خاطر ویدیوگرام می کلیپ نشان نمیدم که چون برنامه به لایف در فیسبوک و یوتیوب هم هست و کلیپ آریانا احتمالاً کپی رایت دارم، نمیخوایم که مشکل در نشر مستقیم و قنات به وجود بیاد. برمیگردیم به عادل. عادل نامی را به نام طراح اصلی دانشگاه کابل معرفی نمودن که از پنشیر است و عکس شنی چاپ کردن. در گزارش 27 امرالله سالی آمده در بخش دومش، البته یک بخش بیشتر از او گفته بود که عادل دستگیر کردیم. در بخش دوم سریال جالب میشه بینای گرامی. من فکر میکنم که به جای سریالی که من عرو ساعت 6 نشر میکنم، بهتر که سریال ساعت 6:30 امرالله سالی رو بخونم. بسیار جالب است، آموزنده است و سریال گونه مثل که شما یک سناریوی فیلم نشته میکنیم به اون شکل نشته میشه. دوم، عضو دوم هسته طراح عمله بالای پانتون کابل به اسم احمد که از پکتیا است، اولش از پنشیر بود دومش از پکتیا رفته بود، در درگیری با قوای شجاع امنیتی ما کشته شد. عضو سوم این هسته دستگیر گردید و تا ساعت دیگر به کابل انتقال می گردد. دوسیه و قضیه به سرعت در حال انکشاف است. شما را پی در پی در جریان قرار خواهیم داد. به اساس اعتراف های عادل، آنها 10 روز قبل از عمله پانتون را بررسی کرده بودند. یعنی 10 روز پیش اینا می آمدن پانتون بروبرش لروبرش به اصطلاح بررسی می کردن که چی کنن چی نکنن. خب اینا رو متوجه شدین که باریکی گپ در کجاست بیندای گرامی. از اینجا باریکی شروع میشه. آنها متوجه شده بودند که آدم های با سر و وضع شهری
و بهتر در دروازه ورودی مورد شک قرار نمیگیرند و تلاشی جدی هم نمیشوند. به همین دلیل آنها با پوشیدن لباس های همنوع با مسئولین شیک پوش یکی پی دیگر داخل میشوند و بیکایشان نیست تلاشی نمیشوند. قرار این بوده است که اگر با یک نفر اول تلاشی شود، نفر دوم باید پلیس را فایل تفنگچه عاجل کند و از پا درآورد. اکنون هویت انتحار کننده ها نیز افشا شده است که در یکی دو روز بعد برای ملت افغانستان معلوم خواهیم کرد. خانواده شخص انتحار کننده زیر نظارت ریاست عمومی امنیت ملی قرار دارد. از کدامش؟ ریاست امنیت ملی بیندایگرامی در خبرنامه گفته که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات هدفمند محمد عادل به اسمهای مستعار اسد و آرش طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل و آموزشگاه کوثر دانش را از مربوطات ناحیه 12 شهر کابل بازداشت کردند. در خبرنامه این ریاست آمده است که این فرد تا سمستر چهارم دانشکده شرقیات ادامه تحصیل داده و سپس عضویت هسته مشترک داعش و حقانی را کسب نموده. او در نخست با شخص به نام محمد از سرگروه های ترور و اختطاف هسته مشترک داعش و حقانی آشنا می شود و سپس مشترکاً روی حملات تروریستی کار می کنند. این فرد بازداشت شده در بخش از اعترافاتش اظهار می‌دارد که مفکوره حمله بر دانشکده حقوق را من برای محمد پیشنهاد کردم که مورد قبول وی قرار گرفت، چون ما می‌خواستیم به مراکز عمل نماییم که از لحاظ پوشش خبرساز باشد و دولت زیر فشار قرار بگیرد. در این خبرنامه گفته شده است که عادل به علاوه طرح و پلان حملات در چندین رویداد توریستی دیگر نیز نقش داشته، از جمله عامل انتحاری بالای شفاخانه دشت برچی. شخص به نام نور اکبر را قبل از حمله بالای شفاخانه مدت یک ماه نزد خود در ساحه بودخاک نگهداری و آموزش های حراس‌افگنی را برایش فراه داده بود. اما میریم به طرف خانه عادل و حرفایی از مامای عادل میشنویم. جالب شده میره سریال بینده گرامی. مامای عادل به نام کاکا جان مامد، نه کاکا جان مامد معروف پنشیر که در بعض فیلم ها و فیلم های مستند اونها رو دیدین، گفته که عادل از 3 سال به ایسو در زندان بسر میبره. در گزارش ریاست امنیت آمده بود که از 3 سال ارتباط داره به اقانی و داهش، هم و مامایش میگه که از 3 سال بدین سو در زندان بسر میبره. و 3 سال پیش این رانندگی یک موتر لاری که در آن سلاح و مهمات جاسازی شده بود دستگیر و از زندانی میباشه. شما میبینید بیدای گرامی، اگر ای گفته حقیقت داره، پس عادل از زندان در راهی نموده. در صورت دست کارمندان دولتی و دست پلیس و زندانبان و این و آن شریک جرم می باشه. در غیر آن اگر چنین نیست، پس گزارش ششونیم آقای املاش سالی به یک سریال سرگرم کننده تبدیل شده. من اگه اشتباه میکنم امیدوار هستم که آقای سالی خوب همه چیز تعقیب میکنن، چون حافظه بسیار قوی داره. و گفته خودشان پس این توضیح بتن که آیا شما راست میگین که در 3 سال گذشته یه آدم فعالیت های تروریستی داشته و در با تقانی و داهشی کاری میکرده، و یا مامایش کاخا جان مامد که میگه 3 سال است که زندانیست پیش شما، او اسناد ارائه میکنه، کدام شما مردم قبول کنه؟ اما آیا اگه مسئله رو کنار بذاریم بینای گرامی، آیا شایدان عینی نیست و همین باور است که آقای سالی است که جوانان شیک پوش با بیک های آمدند و عملیات تروریستی کردند؟ شما بینای گرامی کدام عقل سلیم قبول میکنه که تروریست ها با بیک های مملو از سلاح های مختلف نو سبک و سنگین و بم های دستی از دروازه ورودی دانشگاه کابل داخل شده باشند؟ یه همه داستان سرایی برای چی است؟
اون یاد تانست که شاید عینی حادثه که در همون روز جان به سلامت برده بود چی میگفت؟ و این تروریست ها چندین ساعت متوالی با نیروهای امنیتی درگیر بودن. آیا این چهار تا بیککای خورتره که از اینا کفایت کرد که اینا چندین ساعت بجنگن یا ای که قبلا جاسازی شده بود؟ او استاد دانشگاه متهم هستن، اونا کجا هستن که گفتن که می لحظه اسمش فراموشم شد که گفتن که به خانه گلبدین حکمتیار پناه بردن؟ چرا یاد از اونا نمیشه؟ چرا او از روزی که حادثه خونبار دانشگاه مرکز آموزشی کوثر و پانتون کابل با خوب پیوست یک بار برای پرده تلویزیون ظاهر نشد و نگفت که نخیر من شامل نیستم، اینه اینجا هستم؟ اما گزارش هم میگه که فعلا هم در خانه گلبدین هست. خب آقای سالی میگن که با لباس شیک تروریست‌ها داخل شدن و یکی از پکتیاس یکی از پنشیر هستی هست. اما شاهد عینی حادثه یا تانست چی گفته بود؟ ببین با هم میشنیم چی میگفت. شما کمی قصه بکنین، مخصوصا از کسایی که بین خود صحبت میکنن، شما شنیدین صحبت هایشون یا نه؟ بله آقا، صحبت هایشون شنیدیم، به زبان های زیاد اردو گپ میزدن، پشتو هم گپ میزدن. با پنشیر ولایت نه دی او یو وخت درې کاله دی ترای تم بو او داسې گنگوسی وی چې گوا کې دی روزنه لپاره بهر تتللی دی. شما کمی قصه بکنین، مخصوصا از کسایی که بین خود صحبت میکنن، شما شنیدین صحبت هایشون یا نه؟ بله آقا، صحبت هایشون شنیدیم، به زبان های زیاد اردو گپ میزدن، پشتو هم گپ میزدن. با هر دقیقه می فایر کی میکرد یا بم دستی که می انداخت باز یک زنگ برش می آمد، در هر دقیقه بر اونجا راپور می داد. نمی فهم که درستشان کی بودن، بر اینا راپور می داد که ما قدر حتی شهید و کشتن خویش نمی گفت که او قدر مردار کردیم. تو چی رقم توجه می کنی که برای مسلمان تو مردار بگویی؟ ولی خودشان می فهمی که چی رقم آدم هایی بودن. بسیار یک وحشت بود، بسیار یک بوی بد و تو باروت و چیزا بسیار ذهن ما را بیخیم مخشوش ساخته که هیچ از انسانیت تو کار بسیار دور است. و امی جالب گپی است که هر دفعه ما پنتون میریم کارت نداشته باشیم پلیس ما را نمیمانه داخل، که چطور داخل بریم؟ حتی تذکره را هم نمیمانه. یعنی اونقدر مجهز بودن، لباس های نظامی در جانشان بود. چقدر مهمات آورده بودن؟ بسیار مهمات بسیار زیاد آورده بودن، حتی که بمای دستی و از نارنجک استفاده میکنند. لباس نظامی هم داخل با لباس نظامی، لباس های نظامی در جانشان بودن، ریش کل داشتن. پنج نفر خودم به چشم خود دیدم که در دانه دروازه استاد بودم، همونجا استاد نام آمده بود، ساعت آخری ما بود که میرفتیم طرف خانه، می دروازه که میبرادیم در زینا پایین میشدیم که سر ما فایر کرد. همین فایر کرد، ما زخم میخوردم. یک نفر دیگه بود که از منگرار آمده بود، ماستری دوره ستاج خلاص شده بود، او هم همونجا زد که در پای مرمی خورد، افتید نتانست، در پای مرمی خورد، باز سر دو مرمی در سرش زدن، یک در قلب زدن، او بیچاره همونجا جای به جای شهید شد. ولی بسیار یک صحنه وحشتناکی بود. چند ساعت بعد از درگیری نیروهای امنیتی تانستان شما را صحابه کشن؟ نیروهای نظامی که آمدن، پلیس آمدن، ولی چیز نتانستن، هیچ سلام نداشتن. اون که اومدن ما حتی تک تک کردیم که شیشه را باز کنید، حتی شیشه را بر ما باز نکردن، چون ما در داله زفتیده بودیم. اونجا انتحاری ها مهاجمان می آمدن می رفتن، ما یک در بغل خود گرفته بودیم که ما را نبینه، ولی بازم خون از پای ما جاری بودن، خونم تشخیص می داد که اینجا نفرا هست.